دفتر آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس کربلا با هدف استفاده شایان از ماه مبارک رمضان در امور عبادی و ترویج فرهنگ قرآن کریم و تعالیم اهل بیت علیه السلام جلسات رمضانی تفسیر قرآن مجید را دایر کرده است این جلسات قرآنی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی شیرازی برگزار می شود حجت الاسلام و المسلمین شیخ ناصر اسدی یکی از اعضای دفتر مرجعیت در این باره گفت ما در دفتر مرجع علی رای طول رایتال بعد از سقوط نظام سابق در عراق هر ساله جلسات تفسیر قرآن برگزار می کنیم. او افزود این جلسات تفسیری در رفع شبهات مختلف جامعه از قبیل پرداختن به موضوعات شرک و بیدینی و نیز مفاسد اجتماعی میکوشد و جامعه ما خصوصا جوانان نیازمند چنین جلساتی هستند و در این راستا مرجعیت شیعه تأکیداتی فراوان در احتمام ورزیدن به امور جوانان داشتند حجت الاسلام والمسلمین الاسدی ادامه داد که مطالب قرآنی دارای جذابیت های متنوع از قبیل داستانهای ارشادات راهنمایی های ساده و آسان و در عین حال تربیت کننده اند حجت رسام شیخ زهیر الاسدی سخنران و خطیب مذهبی در این باره گفت ماه رمضان عظیم به ماه علم، معرفت، ادب و عبادت معروف بوده و از اهمیتی ویژه نزد مسلمانان برخوردار است. ما در شبهای پربرکت این ماه یک جلسه علمی نیز برپا کرده ایم که در آن علما و فضلا به صورت موشکافانه به مسائل فقهی و امور عقیدتی می‌پردازند. حاشم المطیری از مسئولان سازمان عمل اسلامی اراق نیز در این باره گفت این جلسات پربار علمی میزان آگاهی افراد شرکت کننده را خصوصا در مسائل عملی و امور مرتبط به این ایام افزایش می‌دهد گفتنی جلسات تفسیر قرآن کریم هر شب در ماه رمضان عظیم و با حضور علما، فضلا و طلاب حوزه های علمیه در دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا برگزار می شود و احتمامی ویژه به جوانب روانی یک فرد مکلف و تبیین وظایف او در زمان غیبت و تربیت و ریاضت نفس دارد.